بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. چه باید کرد؟ آه چه باید گفت؟ از درد دوستی باید حال من گاهی رفاقت هم نمی شود برم نادان است بدتر از دشمن. هرچی که هست آنیست در زیر پایت، حتی دل من هم حتی رفاقت هم. هرچی که هست آنیست پای نگاهت، چیزی نمیگویم حتی شکایت. ترسم وقتی خدایی هست، کشتی نوحم را اوست که میراند. حتی نمی ترسم از زمین خوردن، هرچی صلاحم هست اوست که میداند. هرچی صلاحم هست اوست که میداند. هرچی که هست و نیست در زیر پایت، حتی دل من هم حتی شکایت هم. روز حواست دارایی این مردم، روی حواست اجازه بدید خواهرها برادرها، اجازه بدید. این مؤسسه پلم شده، تجمع شما اینجا هیچ کمکی نمیکنه، فقط باعث اختلال نظم. ما اینجا تکون نمیخوریم، همه سرمایه‌مون برداشتن فرار کردن، کی میخواد چاوکو باشه؟ فقط از راه قانونی باید اقدام کنید. یک ماه من دارم این ور اونور میدوام، شکایت هم کردم اما هیچ کس جواب درستی نمیده. چه جوابگو نیست، همش میگن تشریف ببرید خونه. اجازه بدین، اجازه بدین. در رفتن زورتون به ما میرسه؟ به جای اینکه جلوی ما رو بگیرید، جلوی این اختلاسا رو بگیرید. عزیزان من، شما همه حق دارید، به شکایت شما تک تک رسیدگی میشه، اما نه اینجا، از مرجع قضایی. میگن همیشه سکوت علامت رضا نیست، این از کدوم سکوت است؟ من اول باید خودم رو یه وشکون بگیرم ببینم خوابم یا بیدارم. این یعنی تفره رفتن از جواب. آخه دفعه اول ازم خواستگاری میشه. منم دفعه اولم خواستگاری میکنم. سخته ها. چیه؟ میخوای ادامه تحصیل بدی؟ نه فقط میدونی که یه مشکلی هست. من مشکلی نمیبینم، فکر میکردم راحت‌تر از این حرفا باشین. تازه ما کار خلاف شرع انجام نمیدیم. البته به شرط اینکه این اشتیاق دو طرفه باشه. فکر میکنی نیست؟ نمیدونم، شما بگی. اطمینان دارم اگه یه ذره شک داشتیم پیشنهادو نمیدادیم.
من از طرف خودم مطمئنم، اما تو؟ من فقط یه ذره وقت میخوام برای فکر کردن به عواقبش. باشه، مشکلی نیست. اگه هم دوست داشته باشیم میتونیم همینجا همه چی رو فراموش کنیم. من گفتم فقط یه ذره وقت میخوام برای فکر کردن. باشه، فقط اینو بدونید اگه جوابتون منفی هم باشه من درک میکنم و از اینکه پیش قدم شدم ذره پشیمون نمیشم. خانم صنایع گفت و گوش نکردم. چقدر بهت گفتم و توجه نکردی داداش من. هی منتظر این احسان گور به گوری شدی گفتی بهت خبر میده. فرصت شد و کاری نکردم. ماشاءالله از چپ و راست مصیبتی که سرمون نازل شده. تازه الانش هم فکر نمی‌کنم که احسان اینجور آدمی باشه و تو زرد از آب در بیاد. همیشه به غریبا بیشتر از اونی که باید توجه کردی. غریبه نبود، رفیق بود. رفیق بود؟ الان کو این رفیق داداش من؟ حالا الان چیکار کنیم؟ به جز شکایت کار دیگه ای نمیشه کرد. بله. سلام بابا، رفتین دنیای فردا؟ سلام بابا، الان هم اینجاییم. چی شد؟ پولتونو گرفتین؟ بالام شده. یعنی؟ کلا برداری بوده؟ آره، فعلا به مادر چیزی نگو، همینجوری حالش بده. بابا یکی از چکام موعدش سر اومده. پول داری تو حسابتون بهم قرض بدین؟ چقدر؟ 50 تومن. هر چی داشتم و نداشتم این جیب اون جیب کردم ریختم ملل حساب به حساب بیمارستان واسه عمل ترمیمی مصطفی. کی؟ چرا چیزی به من نگفتی؟ گفتم فرقی هم میکرد. ببخشید، اصلا حواسم به این موضوع نبود. باشه، خودم یه کاریش میکنم. نمیخواد تو کاری بکنی، فقط زنگ بزن برگشت نزنه، 2 روزم مهلت بگیر، واسه جور میکنم. بابا اگه برای تو مشکله. نه، کاری که گفتم رو میکنی. خداحافظ. خداحافظ. دیگه چی شده؟ هر دم از این باغ بری میرسه. وسط این ماجرا 50 تومن پول کم آورده. 50 میلیون؟ بدهیای مهیار حالا تمومی نداره نه؟ کلی جنس تو اون کارگاه سوخته. حالا میخوای چیکار کنی؟ میرم به چند جا سر میزنم ببینم میتونم جور کنم یا نه. تو همینجا باش، خبری شد به این زنگ بزن. سلامتی فارغ شد. بچه سالمه؟ سالم، سر مرو گنده. مادر و بچه هم نهان دارن راهی خونه میشن. مشکلی که پیش نیمه. اختیار داری یا کارو به سیاه بسپاری یا مشکل پیش بیاد. اما خیال تخت. خوبه، گوش به زنگ باش، با تماس میگیره. خداحافظ. اما چقدر بیادبی. Thank you.
آقا حمید قشنگه؟ آره خیلی قشنگه. واسه تولد مامان خریدم، امروز تولدشه. آخه مبارکشون باشه آذر خانم عزیز. فقط من میخوام امروز کلن پیشش باشم، میشه جور کارای منو بکشین؟ بله حتما. تو خوابین یا کما؟ توی حس و حال غریب. چه حس و حالی؟ گفتار نگفتنی سخن گرچه محرمی. تب شعرتونم که گل کرده. گفتم که حس و حال غریبیه. احیانا از چیزی ناراحت نیستین؟ نه. مطمئنید؟ اگرم باشم ربطی به صبح نداره. برو زودتر به مامانت برس. باشه، پس اگه کار داشتین بهم زنگ بزنید. بعدتون نیاد خاله، ولی مهیار دیگه کم کم داره از خودش ناامیدم میکنه. دیدین که اومدم باهاش حرف بزنم، قهر کرد رفت تو اتاقش. الانم که به تلفنم جواب نمیده. یه جوری رفتار میکنه انگار همه چی تقصیر منه. وقتی زخم از خودیه آدم نمیدونه دردشو به کی بگه. حکایت ما هم شده تبر و دستش. میفهمم چی میگی، جوابی هم براش ندارم. ولی خب من تونستم با کاری که مهیار کرد کنار بیام. واسه همین ازش انتظار ندارم با هم اینجوری رفتار کنه. ببین بیشتر ناراحتی مهیار از قضیه این آقای خسروه. بله خبر دارم، پاشده رفته اونجا یه شهر دیگه هم به پا کرد. ناراحتیش هم از اینه که تو با این آقا قرار زدن رستوران گذاشتی به مهیار خبر ندادی. خاله جان من که بهتون گفتم اصلا قضیه اونجوری نبود، به خدا من هیچ جوابی بهش ندادم. خب ولی اون بردی که کارگاهو بهش نشون بدی. مهیارم میگه چرا بیخبر از من این کارو کردی. راست میگه، بالاخره شما دوتا با هم شریک بودین. مهیار اینا رو بهتون گفته یا شما خودتون میگی؟ آوا جان من مادرت نیستم که برای تعیین تکلیف کنم، بگم این کارو بکن اون کارو نکن. ولی اونقدر بچه خودم رو میشناسم که سکوت هم بکنه میفهمم ته دلش چه خبره. عزیزم ببین تو چقدر ناراحت شدی وقتی مهیار حقیقت رو بهت نگفته بود، اما الان تو خودت همون کارو باش کردی. خب یه کلام میگفتی هیچ کدوم از این دلخوری ها پیش نمیومد. خاله من نمیخواد به من بگی، به خودش بگو. آخه اصلا خودش به من مهلت میده باهاش حرف بزنم، همش این بچه‌ها یا قهر میکنه یا فرار. از بچگیش نیست، از غرور خورد شدهشه. نمیدونی کی برمیگرده؟ نمیدونم تو چرا اینقدر کله خری. آدم یه گنج اینجوری تو دست و بالش باشه بعد برای قرض کردن بشینه له له کنه. اصلا به چی فکر میکنی که سنار سشه حلال حروم بشه که مبادا بری تو جهنم؟ خب پدر من تو همه الانشم تو جهنمی، جهنم خودخواهی، خودرأیی، قدی. حالا چرا چی نمیگی؟ نکنه رفتی همه چیز لو دادی؟ چرا این آینه دق نشستی روبرو من؟ خب یه چیزی بگو. دنیای فردام درش تخته شد. گابت زایده. چقدر اون تو پول داشتی؟ اگه فرقی هم میکنه الان دیگه هیچ. مرد حسابی تو حالا چیکار میخوای بکنی با این همه قرض و بدبختی؟ حالا هی بگو حلال حروم. این چهارتا رو برام من بفروش.
سلام خانم. سلام مامانه قشنگ من چطوره؟ خیلی خوبم. همون کردن، کمکشون کردم یکم قدم بزنن، الانم دارن سوپ میخورن. آره مامانی، زود اومدین امروز؟ بله، امروز یه روز خاصه، میخوام با مامانم تنها باشم. کادو هم براش خریدم. جدی؟ چه خبره؟ امروز تولد مامانمه. واقعا مبارک باشه. وای مامان ببین چه رنگی، همونی که خودت دوست داری. پس شاید این گلا هم برای همین بوده. کی آورده؟ والا پیک آورد، یه یادداشتم روش بود که من نخوندم. آفرین آقای یگانه. تو هم میگم مرد، اسم خودتو گذاشتی رفیق؟ سلام. یه تلفن، یه خبر، زورت میومد تلفنای منو جواب بدی؟ منم اولش خبر نداشتم، الانم وضعم از تو خیلی بدتره. یعنی این حرفا رو باید باور کنم؟ صبر کن نرو. خواهی فوش بدی بده، خواهی بزنی بزن، خواهی بگی نامرد بگو، اما وایس گوش بده بعد برو. من خودم هم بیخبر بودم، پول خودم و پدر زنم و کلی دوست آشنای دیگر رو تو حساب گذاشته بودم که یهو همه چی به هم ریخت. هیچ میدونی چرا پدر زنم سکته کرد؟ شبونه رفتیم شهرستان و با وضعی که پیش اومده بود دیگه کجا یادم بود که به تو زنگ بزنم. فرهاد، شاید همه این حرفا برای تو فقط توجیه باشه، قبول، من مقصر، اما وضع من الان از تو خیلی بدتر رفیق. همین رفیق. خانم مطمئنین به من احتیاجی ندارین؟ میتونم بمونم ها؟ نه عزیزم، برو امروز خودم هستم دیگه، برو استراحت کن. باش، پس با اجازتون. خداحافظ. به چی داری فکر میکنی؟ الان کجایی؟ کاش منم اونجا بودم. چی جا گذاشتی؟ کارت دارم، بیا. چرا اون شب دیوار زیر زمین رو خراب کردی؟ زیر زمین؟ کدوم زیر زمین؟ زیر زمین کارگاه قارچ. آخه من اصلا وقت داشتم وسط اون هیری ویری دیوار زیر زمین رو خراب کنم؟ بابا به من یه ماموریت داده بود که به نحو احسن انجام بدم، منم انجام دادم. شاید قبلش یه ماموریت دیگه هم داشتی. باور کن نمیدونم داری راجع به چی صحبت می‌کنی. حمید خان به من گفتی کارگاه رو دود کن بفرست هوا، منم همین کارو کردم. به من دروغ نگو. باور کن دروغ نمیگم. اصلا نمیدونم داری در مورد چی صحبت می‌کنی. راجع به اون چیزی که پشت دیوار جاساز بود. فقط هم خرم خبر داشت. قرار بود خرم یه کاری بهت بده. حمید خان باور کن اصلا خرمو ندیدم.
من از ارتفاع خیلی میترسم. جون مادرت میشه بریم پایین؟ اصلا برای همین اومدیم اینجا. در واقع خاک مادرم میترسم. حمید خان، حمید خان. دفعه بعد تشکی در کار نیست. بخور چای زعفرونی، برات خوبه، فشارت افتاده. بله، به لطف شما. یادم باشه دیگه سر اینجور قرار نرم. حالا واقعا جریان چی بود؟ فیلم و تست وفاداری بود یا راستی راستی خورم چیزی اونجا جاساز کرده بود؟ هر دوش. واقعا؟ یعنی اون گودزیلا شما رو هم بیچونده بود؟ ناکس. حالا چی جاساز کرده بود؟ نه بابا. اصله؟ آره بابا واقعیه. خدا بگم چی کارت نکنه خورم. اینو اونجا جاساز کرده بود؟ بله. یکم رفته بود سر وقتش. هر کی بوده بلیتش برده. به کسی هم شک داری؟ اول از همه خودت. تو واقعا هنوزم به من شک داری؟ اونجا رو تو آتیش زدی. شاید قبلش هم رفتی سراغ اینا. ببخشیدا، جسارته. درسته ما یه خورده قیافمون اسکل میزنه، ولی اونقدر هم خیلی نیستیم. من اگه سکه ها رو پیدا کردم که نمیمدم اینجا بین آسمون و زمین گیر کنم با شما قارچ کبابی بخورم که. داشتم تو سواحل هوایی عشق و حال میکردم، به ریش شما میخندیدم. بالاخره یکی این کارو کرده، بعد بفهمی کی. هر کی بوده، یا مچ خرمو گرفته بوده یا بعد آتیش سوزی پیداش کرده. ببینم کیا اونجا زیاد رفت آمد میکنن. خیلیا. پسر مهیار، پدرش، مادرش، خواهرش، الهام، پیرمرد مصطفی، الناس. سخت شد دیگه. اگه جلال جون بنده آب داده باشه، مزنون اصلی میشه خانم مدیر. به اونم که من نمیتونم نزدیک بشم. به اون کاری نداشته باش، بسپرش به خودم. تو برو سراغ اون پیرمرد مصطفی. شاید خورم میپاییده سر فرصت رفته سراغ سکه. اون که رو به قبله است. این دیگه کار خودته، راهشو باید پیدا کن. باشه، فقط مایتیله که میرسه. میدونی که اینجور کارا خرج داره. دم اینو ببین، سیبیل اونو چرب کنه، از اینجور داستان ها. آره میرسه. هله اوکی. فقط فکر نمی کنی توی لیستت یه نفر از قلم انداختی؟ دخترت هم زیاد اونجا میرفت و میومده. آبا خودش اینو پیدا کرد، بهم نشونده. باشه، ولی من باشم با این چیزا توجیه نمیشم. ولی باز هر جور صلاحه. فقط یه سوال، از کجا میدونی اگه من سکه ها رو پیدا کنم فرار نمیکنم؟ آدمیزاده دیگه، شیطون میره تو جلدش. اعتماد که بهت ندارم، اما فکر کنم اونقدر عقل داری که فکر کنی اگه طرف سکه ها رو با هم پیدا کنی اونقدر گیرت میاد که واسه یک قرون دوزار نخواهی مسموس کنی. اگرم بخوای بپیچونی میدونی چه برمی سری. ثبوت آزاد. میدونم. شاید باورش سخت باشه، ولی همه کسایی که تو آسایشگاه هستن برای من مثل خانواده‌ام میمونن. واقعا دلم براشون تنگ شده بود. اما هیچ جا خونه ی آدم نمیشه پیش خانواده‌اش. بله، اون که درسته. خونه و خانواده یه چیز دیگه است. حالشون چطوره؟ از وقتی اومدن خونه تغییری کردن؟ چی زیادشون بیاد؟ حرفی بزنن؟ راستش منم خیلی خوشبین نبودم، ولی آدمی زاده، به امید زنده است. امروز درست شد 66 سالش. جدی میگی؟
مامان جان تولدتون مبارک. میدونم تو این شرایط راحت تری که پیش خودت باشه، اما میدونمم که دیدنش با این حالت خیلی سخته. راستش من فقط اومدم بگم هر زمانی احساس کردی از لحاظ روحی تحت فشاری، میتونی بیاریشون آسایشگاه. بهت قول میدم دیگه اون اتفاق نمیفته. شاید یه روز این کارو بکنم، مخصوصا این که نمیتونم تمام وقت پیشش باشم، اما الان ترجیح میدم پیشم بمونه. خلاصش که کار نمیکنم. من نسبت شما همه تو این حرفه نامرد شدم. من حاضرم بی پولی بکشم، گشنه بخوابم، اما گیر عتیقه و زیر خاکی و آدم مالخر نیفتم. بس با من چیکار داریم؟ راستش گیر افتادم. اگه میشه یه لطفی بکن به این یه نگاهی بنداز. برای خودته؟ حال خودم بود اینجا نبودم. کجا بودی مثلا؟ ببین، برو سر اصل داستان. اصل داستان اینه که باید بدونم مال کیه. اصل داستان اینه که فضولی نکنی و یه قیمت بدی. اصل داستان اینه که سکه ها دو دست هر کی یه قیمتی داره. پس اصل داستان رو ول کن. سکه ها تو دست بهادر چند میارزه؟ مظفری قاجاری که قیمتی نداره. اصل کار این صفوی هاست که دست بهادر هم باشه باز خیلی میارزه. چند؟ صفوی ها دونه ده. ببین من بهادرم ها، استخون زیر خاک ترکندم، با بچه طرف نیستی. اگه قیمت دستته چرا بس اومدی سراغ من؟ مخواستم اینو خریداری؟ خریدارم. وزخری نه. تهش دونه 15. تهش جونه 50 میلیون تومان. خیلی به مزه بادون. خدا روزت جای دیگه حواله کنه. چون تویی 40 تومن. چون تویی 20. 35. زورم نمیرسه، همون 20. زد زیاد، با معاملمون نمیشه. بهادر، یا برو سراغ استا یا مسید، اونا میتونن راد بدازن. ممنون از کمکت. راستی اگه بری بشه منصور خانم. من منصور خان نمیشناسم. خیلی خوب بابا. بله ممنون. نه آقا چه دل خوری. میدونم که شما هم گرفتاری. باشه چشم، به امید دیدن. خداحافظ. سلام. سلام. چیکار کردی؟ تونستی مهلت بگیری؟ آره، فقط 2 روز. خوبه، همین 2 روز هم خوبه. بابا من هر جوری باشه این پولو بهتون برمیگردونم. تو نمیخواد کاری بکنی. حمید بهت قرض داده، منم بهش پس میدم. اون یه بازی رو شروع کرده که منم به روش خودم تمومش میکنم. تو فقط اگه آوا رو دوست داری به فکر خرابیایی باش که پشت سرت جا گذاشتی و اونا رو درست کن. دیگه چیزی نمونده که بخوام درستش کنم. همه چی تموم شد. پس خوش به حال حمید که به مراد دلش رسیده. تو چه مرگت پسر، تکلیفت با خودت روشن نیست؟ مگه نمیگی که هر کاری کردی به خاطر آوا بوده، حالا اینجوری جا میزنی؟ من جا نزدم. وقتی آوا میره با خسرو مج نقشه زدن رستوران میکشه، اونم تو کارگاهی که با هم شریک بودیم، این معنیش چیه؟ معنیش هر چی که هست این نیست که پاشی بری با مج دست به یقی بشی و حمید بیاد برات رضایت بگیره. تو اصلا به آوا فرصت دادی که توضیح بده قضیه چی بوده؟ توضیح باید قبلش میداد نه بعدش. مگه تو همین کارو باهاش نکردی؟ اون قضیهش خیلی فرق میکرد. تا وقتی که حرفشو نشنیدی نمیتونی بگی فرق میکردی یا نه. جواب بده اون موبایل تو. الو. سلام آرش، جاییم، کار دارم. چی شده؟ الان نمیتونم. باش باشه باشه الان میام. آرش بود، یه کار ضروری بام داشت. باشه برو، فقط یه ذره به حرفام فکر کن، لااقل بفهمی با خودت چند چندی. بهشون گفتم که اون آقای با شما تماس بگیره.
حالا که تماس نگرفته برو بالا من الان میام. چی شده منو کشوندی اینجا؟ برو بالا الان میام دیگه. وقتی تو بچه بازی در میاری آدم هم مجبور میکنی از این کارهای بچه گونه بکنه. هنوزم نمیخوای به جای اینکه اینجور قیافه شاکی و حق به جانب به خودت بگیری بشینی مثل دوتا آدم عاقل و بالغ حرف بزنی؟ فکر نمیکنم دیگه حرفی واسه گفتم مونده باشه. شما همه حرفا رو خیلی روشن زدید که من یه آدم دروغگوام. نمیتونی بهم اعتماد کنی، بهتره همدیگه رو فراموش کنیم. بعدش هم که یه آدم مورد اعتماد پیدا کردی و به سلامتی قرار شریک شین و رستوران بزنی، دیگه چیز دیگه هم میمونه؟ آها، شاید لازم تبریک بگم. آخ که دلم میخواد الان یه چک بخوابونم تو گوشت. آخه تو هرچی میشنوی باید باور کنی، نباید از خودم بپرسی خسرومش کیه که من بخوام باهاش شریک بشم. من سر این قضیه با مامان و بابام در افتادم، وقت تو با من اینجوری رفتار میکنی میام خونتون برای توضیح بدم قهر میکنی، بعدش هم که پا میشی میری اونو کتک میزنی. ببخشین اگه لازمه زنگ بزنم عذرخواهی کنم از آقای مجد. لازم نیست، اتفاقا اگه تو این مدت یه کار درست کرده باشی اونم همینه. سخنرانی تموم شد؟ حالا من یه چیزی بپرسم، تو خسرو مجد رو بردی که کارگاهو ببینه؟ آره ولی من بهت گفته بودم از این مردک خوشم نمیاد یا نه؟ نمیفهمم الان چه ربطی داره. اگه ربطشو نمیفهمی که دیگه هیچ حرفی باقی نمیمونه. لا اله الا الله. ببینی یه موش آدم از خدا بی خبر چه بلایی سر مردم آوردن. حالا چی کار کنی؟ فعلا که شکایت کردیم تا ببینیم چی پیش میاد. بعید میدونم با شکایت راه به جایی ببریم. هر جا رفتم و از هر کی پرسیدم همینو گفته. اصل کاری گذاشته رفته. کجا دستشون بهشون میرسه؟ حالا خدا رو شکر دولت ورود کرده و قرار شده یه سری از پولا رو بده. چه مصیبتی بود سرمون اومد. خونه رهن بانکو بگو. پول این بیچاره تو با خانمو بگو. کاش لاغل پول اونو نمیذاشتی تو این حساب. من میخواستم. تو گفتی بدبخت و بیچاره و بیکس و کاره. التماس دعا داره که اون پولی که واسهش مونده رو بندازم تو کار یه آیدی داشته باشه. منم همون کاری که واسه خودمون کرده بودم واسه اونم انجام دادم. چه غلطی کردم. حالا خودمون به کنار، این طفلکی تمام زندگیش از راه این سود میگذره. چی بهش بگم؟ چجوری بهش بگم سکته نکنه؟ هر طور شده پولشو جور میکنم و برمیگردونم. چطوری جور میکنی؟ از کجا میاری؟ ای بابا خونه رو از رهن بانک در بیاری، پول تو با خانمو جور کنی، پول حمیدو بدی. آخه چطوری از کجا؟ تازه خرج جراحی های بعدی آقا مصطفی رو هم باید حساب کنیم. بدهی های مهیا رو هنوز تموم نشده. سلام. سلام. کجا بودی تا حالا تو؟ پیش آرش بودم. یکم خستم میرم استراحت کنم. فعلا. میبینی حالا روزشو؟ تو از خودت خجالت نمیکشی؟ جلو بقیه نخواستم چیزی بهت بگم اما واقعا دیگه داره حالم از این رفتار بچگانت به هم میخوره.
واسه چی با آوا اونجوری حرف زدی؟ آوا هنوز اونقدر دوستت داره که با وجود تمام کارهای اشتباهی که کردی بازم اومده از دلت در بیاره. اون وقت تو اینجوری از خجالتش در میای؟ باران، خواهش میکنم در مورد چیزی که نمیدونی و بهت ربط نداره دخالت نکن که اصلا حوصله ندارم. تو خیلی بیخود کردی که حوصله نداری. مگه بقیه حوصله گندکاری و بچه بازیای تو رو دارن؟ همه این بدبختی‌ها از ندونم کاری تو شروع شده. هر کاری که دلت خواسته کردی هیچکی هم هیچی بهت نگفته. همه این فکر و ذکر همه این شده که آینده تو و آوا چی میشه. بعد خودت تو گند میزنی به همه چی. که چی مثلا به غرور آقا برخورده؟ معلومه که بهم برخورده. آوا خودش میدونه چیکار کرده. لازمم نیست با این کارا دل منو به دست بیاره، اما دل خودش یه جای دیگه باشه. آخه نادون اگه دلش جای دیگه بود که نمیومد منت تو زبون نفهمو بکشه. من نه احتیاجی به ترحم کسی دارم نه صدقه میخوام. فرمایشات تموم شد. حالا برو تنها بذار. واقعا واسط متاسفم. خیلی وقت بود اینجوری دوتایی ننشسته بودیم. دلم برای خلوتهای دو نفرمون تنگ شده بود. منم خیلی وقته که دنبالتون میگردم و پیداتون نمی کنم. بچه که بودیم همه دلخوشیم این بود که فکر کنم بزرگ شدی، تجسمت کنم که خانوم شدی. همین سنا. من فقط مادرت نیستم، بهترین دوستتم. بام حرف میزنی، درد و دل میکنی، بهم اعتماد داری، چون میتونی چقدر عاشقتم. چیزی که خودم نداشتم. نمیخواستم دخترم مثل خودم حسرت بخوره. حالا بزرگ شدی، خانوم شدی، من هنوز همون حسو دارم، اما تو نتونستی بفهمی. ولی همینه که یه وقتی دلم میگیره. شاید مشکل همینه، اینکه شما هنوز باور نکردید که من بزرگ شدم، به سنی رسیدم که برای خودم تصمیم بگیرم که دیگه چیزی رو بهم تحمیل نکنی. باید خودت مادر بشی تا بفهمی یه مادر هیچ وقت نمیخواد چیزی رو به بچهش تحمیل کنه، فقط دنبال خوشبختیشه. الان هم اینو میفهمم مامان. میدونم شما چقدر دوستم دارین و به فکر خوشبختی منی، اما شما خوشبختی یه جور میبینید، من یه جور دیگه. شاید حق با تو باشه. خب به اینم فکر کن، شاید حق با منم باشه. اما من مهیا رو هیچی نگو، خواهش میکنم هیچی نگو. نمیخوام هیچی خلوت امشبمونو به هم بزنه. حتی هر زدم شاید تو سکوت بهترم دیگر فهمیدی. فقط اینو بدونین من خیلی دوستتون دارم، حتی شاید خیلی بیشتر از اون قدری که شما منو دوست دارین. هم شما رو، هم بابا رو. بعد از اون همه روزای سخت چقدر امشب جای حمید خالیه. سلام. خونه اثری از بودن تو نیست، تو خونه خبری از موندن تو نیست. خونه ای که
تو توش نباشی کنج غمه، همیشه هم تو خونه باشی بازم کمه. ثانیه ها دقیقه ها میگذرن، من و تو رو با خودشون میبرن. تو این خونه تمومت تو این خونه.